بانک جهانی در تازه ترین گزارشش گفته که پس از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی، اقتصاد افغانستان رو به رکود است. این بانک در گزارش ماه اکتبرش افزوده که نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته و با وجود کاهش قیمت کالاها از ماه اپریل سال روان به این سو مردم توان پرداخت آن را ندارند. بانک جهانی گفته که در دو سال پس این بیکاری در میان جوانان و بانوان دو برابر افزایش یافته و فقر در شهر در بالاترین حد قرار دارد و سیاست های محدود کننده ی حکومت کنونی در برابر بانوان اقتصاد افغانستان را بیشتر ضربه می زند. بر بنیاد گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان هنوز هم به شدت وابسته ی حمایت خارجی است و سکتور مالی کشور هم با بی‌ثباتی روبرو است و از چالش های نقدینگی رنج می برد. همیرا یوسفی نگاه به جزئیات این گزارش انداخته است. نگرانی بانک جهانی از رکود اقتصادی افغانستان. بانک جهانی در تازه ترین گزارشش گفته که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، اقتصاد این کشور رو به رکود است. این بانک در گزارش ماه اکتبرش افزوده که نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته و با وجود کاهش قیمت کالاها از ماه اپریل سال روان به این سو مردم توان پرداخت آن را ندارند. اقتصاد افغانستان همچنان با عدم اطمینان و شکنندگی پس از اداره موقت طالبان مواجه است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد برای دو سال متوالی منقبض شد. 20.7% در سال 2021 و 6.2% در سال 2022 کاهش یافت. این رکود بر همه بخش ها تأثیر گذاشت. با وجود اینکه نرخ تورم از اوج 18.3% خود و قیمت کالاها هم در سال جاری کاهش یافته، هم هنوز هم مردم توان پرداخت آن را ندارند. در افغانستان چیزی خطرناکی وجود داره که سطح مصرف است. ما بحران مصرف است. ما سطح مصرف فوق‌العاده پایین داریم. این سطح آمدن یا سطح مصرف پایین باعث میشه تقاضای مصرف در بازار صورت نگیره و قیمت‌ها تا اندازه‌ای شور نخوره. از این لحاظ است که ما 100% ثبوت از این است که با هر تغییری که در بازار صورت میگیره افغانی، چون به اساس تصمیم سیاسی بانک مرکزی و دولت صورت میگیره، این نه به اساس میکانیزم بازار و نه به اساس عرضه و تقاضا صورت نگرفته، از این لحاظ هیچ گونه تاثیر بالای بازار کالایی نمیکنه. بانک جهانی گفته که در دو سال پسین بیکاری در میان جوانان و بانوان دو برابر افزایش یافته و فقر در شهر در بالاترین حد قرار دارد و سیاست های محدود کننده حکومت کنونی در برابر بانوان اقتصاد افغانستان را بیشتر ضربه می زند. بر بنیاد گفته های بانک جهانی، در میان مردان جوان جویای کار در گروه سنی 14 تا 24 سال تقریبا از هر 3 نفر یک نفر بیکار است، در حالی که بیکاری در میان زنان جوان در همان گروه سنی تقریبا دو برابر بیشتر است. کار نیست، پیسه نیست، عواید نیست. سعادتمندی یا رفاه اقتصادی را بگن که شما عواید داشته باشید و منفعت معقول و عادلانه داشته باشید. از اول از است که وقتی که اینی نباشه، شما مثلا در قیمت ثبات پولی هست، اما پول نیست پیش کسی ثبات باشه. یا مثلا در بازار جنس است، اما تو کار نداری، خرید نمیتونی. بر بنیاد گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان هنوز هم به شدت وابسته به حمایت خارجی است و سکتور مالی کشور هم با بی‌ثباتی روبرو است و از چالش‌های نقدینگی رنج می‌برد. امارات اسلامی افغانستان از نظر اقتصادی دستاوردهای قابل توجه داشته، اما رکود اقتصادی که در مواردی مشاهده میشه به دلایل تحریم، منجمد بودن دارایی مردم افغانستان، محدودیت‌های بانکی و برخی از فشارهایی هست که در مغایرت با حقوق بین‌الملل بر امارات اسلامی افغانستان از سوی برخی قدرت‌ها اعمال میشه. این در حال است که دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان گفته بود که افغانستان با یک بحران انسانی بی‌سابقه با خطر جدی فروپاشی سیستماتیک و فاجعه انسانی مواجه است و این بحران علاوه بر هزینه‌های انسانی غیر قابل تصور، بسیاری از دستاوردهای 20 سال گذشته از جمله حقوق زنان را نیز به عقب برگشتانده است، آنچه همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است.